موقعی این اتفاق میفته با این وسعت که البته قرار بود پیش بره که مثلا چند روزی گذشته بود که جلسه مسئله شد، جلسه رسمی سوم مطرح شد. یعنی موضوع ندار دولت مطرح میشه، بدون اینکه دولت قوه مجریه بود، مشغول جنگ بود، مشغول اقتصاد بود، رفت قوه قضاییه نداشت، هیچ مرتباطی نداشت. به جلسه رسمی سوم بودیم، خود آقای خامنه‌ای برگشت، او شرده بود که چین فاجعه است، این مثل آب سیاهی که روی نظام دفاعی همه سیاه می‌کنه. با یک کمی دقت و اینا صحبت اینا معلوم شد که فاجعه بزرگی است. بازم روشن نبود که چند نفر به چی، فقط در بین اینها یکی دو تا اسم به ذهن ما خورد که گفتم شما اینا رو که می‌شناسید اینا کسی قابل اعدام نبودن. تیم بیان بله یه دی واقعا بی‌گناه چیز کردن. در موقع دولت به اصطلاح به هیچ وجه نه دلیل بین دخالت داشت نه موافقتی داشت و کلن من برداشتم اینه که در اون جلسه و رسای سبوبه همه مخالف این قضیه بودن. یعنی اینجوری نیست که من چون بالاخره یه بحث سیاسی اینا که امروز ما فلانی با ما بعد ما با اون بعد ما اینا یعنی نه با تاثیرش بگذاره و به دلیل همین هم متوقف شد قضیه. یعنی مسئله میتونه ادامه دار باشه. که بعد مثلا میتونستم الان هر کی بگه تو سخت نه الان مثلا چشم بندونم بگم که آه این کار بد بوده، زشت بوده، کشتن و فلان کردن، ولی این سوال سوال تموم شدنی نیست. من باید بیام توضیح بدم، شرح بدم، راجع به امام صحبت بکنم، راجع به گروه سه نفره صحبت بکنم، راجع به مثلا چرا وزارت اطلاعات جریان بوده نیومده در دولت حرف بده این قضیه رو مثلا من به توضیحات بدم، جلسه رو اساس صحبت رو باید مطرح کنم، اون رو مطرح کنم، همینجور تبدیل به ماجرایی میشه. و به همین دلیل ما تا الان سعی کرده بودن که نگم الان هم اینو برای خبر نیست، ولی در یه موقعیت مناسبی این مسئله رو باز هم کنم. اون چیزی که من خدمت دوستان هم عرض بکنم، بله ما به ذهنم میاد که اونطوری که برمیاد اونطوری گفته شد، تعداد زیادی از افرادی که اونجا به اصطلاح خوش شدن اصلا آدم های خوبی بودن، تازه اونایی هم که حقشون بود بازم بایستی خود محاکمه شدن، بایستی بیه مطابق قرار بله روند قضایی باید در موردشون رعایت می شد. و کلا من بگم که بحث راجع به دهه اول انقلاب، خب یه دهه است که من یه بارم بحث کردم که ما 14 نفرتون بیشتر 14 نفر که ندارید، بخاطر یه اتفاقاتی افتاد. ممکنه یه گوشش هم به امام بر بخوره، گوشش به دولت بر بخوره، یه گوشش به جناح‌های مختلف بر بخوره، یه وضعیتی در اونجا هست. منتها این ورود به اون مسائل شروع بشه پایانی نخواهد داشت. با یه شرایط مناسب به تدریج باید این مسائل نه اینکه بسته بشه، باید با تعامل باز بشه. من اون چیزی که آقای منتظری نوشترم دیدم، اونم با ملاحظه در این رابطه صحبت کردم چی مسئله باز میکردی اون همه بله، یعنی یک نوع ملاحظاتی در این رابطه دارم. منتها اون چیزی که هست میشه در رابطه با این خبر این هست که اولا مسئله 67 تا مجموعه دهه 60 تصریح نه که دستگی اینجوری نیست. در یک هست من گفتم که ماجرا چجوری بود، فراز نشید داشت اصلا ما پدیده به این شکل نده. ممکنه بگیم که قوه قضاییه دادگاه انقلاب ما خشن رفتار کرده، مثلا تعداد اعدامش پایتی کم میشده نمیدونم محاکماتش فلان میشه، خب این مثلا دیگه است. اصلا اینکه کشتار جمعی دستی هم داشته باشه ما اصلا نداریم به این وضعیت، اینا همش دروغه. ولی اینکه سال 67 یه چنین اتفاقی افتاده بعد یه چیز زشتی بوده و خلافی بوده و جنایتکارانه بوده و نمیتونه کسی رو تایید بکنه و از این مسئله بیمی نباید باشه که اینو بگیم. دولت هم بیزنه اصلا سهم نداشه، دولت کامل در به اصطلاح از قوه قضاییه جدا بود. ما یه شورای عالی قضایی داشتیم، در هیچ کدوم مشورتی میشد برای تشکیل قوه قضاییه، نه در حکمهاشون ما میتونستیم دخالت، نه در اعمالشون دخالت بکنیم. و در این بحث ها گفتگوهایی که میشن چیز این که دولت تایید کنند این قضیه یا آگاه از این قضیه بوده نمید رو کاملا چیز میکنم به اصطلاح ردش میکنم. دولت هیچ خبری نداشته موقعی که اتفاق افتاد به اصطلاح شد. هنوزم ابعادش به نظر من خوب روشن نشده، یعنی ابهامات در قضیه هست، تعداد الان روشن نیست، خود وضعیت اونجا رو چیز. البته معلومه که کی بیشترین اثرگذاری رو در این اعدام ها داشته باشه. ما اولین بارم بود که بحثی کردیم اینجا دادت نبود. من یه موقعی من به اصطلاح مجبور هستم مثلا اینو بیام توضیح بدم و اون توضیح من دور از این چیزی که اینجا گفتیم نفرد بود. بازم خواهم گفت که زندان اینجوری بودم، اول چی بود، زمان مریسه چی بود، زمان ما چی بود. آقای
اجرایی که رفت اونجا 5-6 تا کارتون برای ما چیز آورد، یعنی نقلای از زندان‌ها و هزار نظر خودشون، از جمله این احسان نراقب بقا زندان بود. من یادمه که برگه ما رو اونو نگه داشته بودن چون خیلی مفصل راجع به زندان‌ها بعد رو فلان کار رو کنیم بهتره، یه پیشنهادایی هم در چیزش مطرح کرد، اینا رو مطرح خواهم کرد و دورهای بعد مطرح خواهم کرد. و سال 67 هم به سه همون فهموی هم جلسه رسایت رو بودم که دولت اطلاع نداشته، هیچ ارتباطی نداشته، در دولت در این زمین گزارشی داده نشده، ظرف مدت کوتاهی هم صورت گرفته و موقعی هم که مسئله ابعادش روشن شده برای رهبر انقلاب بلافاصله قطع شده. یعنی با اینکه عده‌ای دوست داشتن که میگفتن که تصفیه کنید که اصلا دیگه مشکلی نداشته باشید، یه دم الان ذهنشون هست آقای پناهیان من ذهنی که صحبت میکرد رفتیرا هم میگفت که اعدام میکنید، ما به اعدام چیش خورده اعدام میکنید، گفت میکنید به اعدام کردن میتونیم مسئله حل بکنیم. یه دیگه اینجوری ذهنیتشون